سلام دوستان گلم، وقتتون به خیر. امروز میخوام براتون شیرینی پنیر درست کنم. یه شیرینی بدون شکر، بدون شیر، نرم و خوشمزه. بریم که با هم دیگه درستش کنیم. پنیر صبحانه: یک بسته 120 گرم روغن زیتون، 5 قاشق غذاخوری شیر عسل، 3 قاشق غذاخوری تخم مرغ، 2 عدد 60 گرم مایه خمیری 1 قاشق مرباخوری، نمک، پودر هل، وانیل، از هر کدوم 1 قاشق چایخوری. آرد الک شده 2 پیمانه 400 گرم. خب من از آرد معمولی دارم استفاده می کنم. شما با هر آردی که خودتون دوست دارید و در دسترس دارید این شیرینی رو می تونید درست بکنید. اولین کاری که می کنم شیر عسل رو اضافه می کنم. شما می تونید به جای شیر عسل از شکر استفاده کنید. مایه خمیر و پودر هل، نمک، وانیل رو اضافه میکنم. پنیر رو اضافه میکنم. دو عدد تخم مرغ دارم که وزن جفتشون با هم دیگه 60 گرم هستش. 1 عدد زردش رو جدا میکنم واسه روی شیرینی. اینو میذارم کنار. روغنو اضافه میکنم. اگر که خمیرم صفر بشه یه مقداری روغن یا خامه سفت بهش اضافه میکنم و اگر که خمیرم شل بشه میتونم بهش آرد اضافه کنم. دقت داشته باشید که شیر یا آب نمیتونم به این خمیر اضافه کنم اگر که خمیرم صفر بشه. یه مقدار آرد میریزم رو میز، خمیر رو رومیز ورزش میدم. خب ببینید 10 دقیقه کامل ورزش دادم، از اول تا به آخر که به این شکل در اومد 10 دقیقه من ورزش دادم. خب حالا اینو میذارم مثل خمیرهای قبلی 1 ساعت کامل بمونه، استراحت کنه تا زمانی که خمیرم به عمل بیاد. خب اینم بعد از استراحتی که به خمیرم دادم. خب بعدش دوباره
میذارم به مدت 1 ساعت کامل، باز دوباره بمونه، استراحت کنه و خمیرم پف کنه، دو برابر بشه. خب این هم بعد از 1 ساعت استراحت که بهشون دادم، قالبی که در نظر گرفتم اینه. یه مقداری چربش میکنم. خب باز دوباره اینو اینطوری 15 دقیقه دیگه میذارم تا زمانی که فرم گرم بشه. خب بعد از 1 ربع استراحتی که بهشون دادم، حالا 1 عدد زرد تخم مرغ که داشتم با 1 قاشق غذاخوری شیر مخلوط کردم زنم روش. و بعدش میبرم میذارم طبقه وسط فر که 15 دقیقه قبل به درجه 150 سانتیگراد گرمش کردم. مدت پخت این شیرینی 25 دقیقه هستش. میبرم که بذارم طبقه وسط فر. خب بعد از اینکه از فر رو بردم بیرون، یه پارچه تمیز روش میندازم، میذارم یه مقداری خنک بشه. دوستان نازنینم، شیرینی خوش رنگ و خوشمزه پنیر بدون شیر و شکر آماده شد. بفرمایید نوشه جان. بهتون پیشنهاد میکنم که حتما برای خودتون درست کنید. خیلی خوشمزه است و خیلی راحت آماده میشه. امیدوارم که دوست داشته باشید، شما هم درست بکنید و از خوردنش لذت ببرید. ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم بزنید که هر وقت من ویدیو جدید میذارم به دستتون برسه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.